در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ادامه حملات تروریستی در افغانستان، ادامه درگیری‌ها در مسجد الاقصا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا ظهر شنبه سوم اردیبهشت شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 508,800,000 و 6,245,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 461,300,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. طبق گزارش‌ها تعداد مبتلایان جدید در کشورهای توسعه یافته اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس رو به کاهش است. همچنین تعداد مبتلایان روزانه در هند همچنان روندی کاهشی دارد و به کمتر از 3,000 نفر در روز رسیده است. در سوی دیگر جهان، مقامات کره جنوبی از کاهش قابل توجه مبتلایان جدید این کشور خبر دادند. کره جنوبی در هفته‌های گذشته با موج سهمگین کرونا درگیر بود. روز جمعه در شهر شانگهای چین نیز کرونا 12 نفر را به کام مرگ کشاند. مقامات چین در تلاشند از بروز موج گسترده کرونا در این کشور به ویژه شانگهای جلوگیری کنند. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. با شدت یافتن حملات روسیه در شرق اوکراین، بریتانیا و هند خواستار آتش بس در اوکراین شدند. همچنین بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در جریان سفر خود به هند اعلام کرد لندن تلاش می‌کند با گسترش روابط اقتصادی و دفاعی خود با دهلی از وابستگی هند به روسیه کم کند. از سوی دیگر سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته کشتار 50 غیر نظامی در شهر بوچا و حومه کیف با سند و مدرک به ثبت رسیده است. همچنین یکی از ژنرال‌های ارتش روسیه اعلام کرده هدف این کشور کنترل کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین و مناطق جنوبی این کشور است. مقامات اوکراین نیز اعلام کردند تنها راه خروج غیرنظامیان از شهر ماریوپول دخالت سازمان ملل برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه امن است. برگزاری دور دوم انتخابات فرانسه. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه با رقابت میان ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارین لوپن از جناح راست افراطی برگزار می شود. دو کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته حملات لفظی شدیدی به یکدیگر داشتند تا بتوانند نظر میلیون ها فرانسوی را که هنوز درباره رأی خود تصمیم نگرفتند جلب کنند. مکرون در تلاش است به نخستین رئیس جمهور فرانسه طی 20 سال گذشته تبدیل شود که توانسته در دور دوم انتخابات نیز پیروز شود. در نظرسنجی ها ایمانوئل مکرون از رقیب خود پیشتاز است، اما پیش بینی ها از رقابت بسیار نزدیک دو کاندیدا حکایت دارد. ادامه حملات تروریستی در افغانستان. کشته و زخمی شدن ده ها نفر در انفجارهای سه روز گذشته در مناطق هزارنشین کابل و مزار شریف واکنش و محکومیت های گسترده ای در داخل و خارج از افغانستان داشته است. طالبان اعلام کرده که طراح حمله تروریستی روز پنجشنبه داعش به مسجد شیعیان مزار شریف را بازداشت کرده است. حمله ای که در آن 45 نفر جان خود را از دست دادند. روز جمعه نیز دست کم 33 نفر در حمله به یکی از مساجد اهل سنت در ولایت قندوز افغانستان جان باختند. طبق اعلام ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان شماری از قربانیان این حمله را کودکان تشکیل می‌دهند. تا صبح شنبه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله به این مسجد را بر عهده نگرفته است. ادامه درگیری‌ها در مسجد الاقصا. روز جمعه دست کم 57 فلسطینی در درگیری با پلیس اسرائیل در صحن و اطراف مسجد الاقصا زخمی شدند. فلسطین میگوید رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر عبادت مسلمانان در مسجد الاقصا را محدود کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به خاطر تشدید درگیری‌ها در مسجد الاقصا طی هفته‌های اخیر عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. تقارن ماه رمضان سال جاری با اعیاد مسیحیان و یهودیان یکی از دلایل افزایش تنش‌ها عنوان شده است. مقامات بهداشت فلسطین اعلام کردند از ماه مارس تا کنون دست کم 29 فلسطینی در عملیات پلیس اسرائیل در کرانه باختری
به شهادت رسیدند. برگزاری دور پنجم گفتگوهای ایران و عربستان. خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرده ایران و عربستان روز پنجشنبه دور پنجم گفتگوهای خود را در بغداد، پایتخت عراق برگزار کردند. طبق گزارش‌ها این دور از گفتگوها با حضور نماینده دولت عراق در فضایی بسیار مثبت برگزار شده است. روابط دو جانبه میان ایران و عربستان و امنیت خلیج فارس از محورهای اصلی این دور از گفتگوها عنوان شده است. پیشتر مشاور امنیت ملی عراق ابراز امیدواری کرده بود که دور پنجم مذاکرات به بازگشایی سفارت‌های ایران و عربستان در دو کشور منجر شود.